اگر اینجوری در نظر بگیریم ما دو تا سطح داشته باشیم منیجمنت پلین و دیتا پلین دیتا پلین آنچه که به عنوان اون عملیات اصلی شبکه در نظر بگیریم انتقال ترافیک مثلا ماشین های مجازی فعالیت های همون ورکلود نتورکمون اگر تعریف کنیم دیتا پلین چه در استاندارد وی سویچ ها چه در دیستریبیوتد وی سویچ ها این وظیفه به عهده کیه خود میزبان ای اس مونه ایمون ها. اما یه لایه داریم به نام منیجمنت پلین منیجمنت پلی میشه چی منیجمنت پلین میشه تمام تعاریف پیکربندی ساختاری که به عنوان حالا این آپلینک ها در نظر گرفتیم معماری وی سویچ و هر چی که به عنوان پیکربندیش ببینیم اونجا تعریف میشه در استاندارد وی سویچ مجددا منیجمنت پلین در اختیار ای اس اما در دیستریبیوت وی سویچ این منیجمنت پلین میفته دست وی سنتر که حالا اینا رو از طریق اون یه پراکسی سویچی نگاشتی ایجاد میکنه رو خود هاسته که بعد تو جلسه مربوط به دیستریبیوت کامل با جزئیات بهش میپردازیم نگفته نماند این تصویر نمایانگر این مسئله هم هست که من میتونم روی یه هاست بیشتر از یه استاندارد وقتی میگیم وی سویچ میگه منظورمون یه استاندارد وی هاست وی, اس اس، وی اس استاندارد سویش. ما وقتی از بعد وقتی میگیم vss اس, اس منظورمون استاندارد وی میتونیم بیشتر از یه دونه وی سویچ داشته باشیم هر چقدر دلمون بخواد من میتونم یه کارت شبکه به این وی بدم دو تا به این بدم اصلا به این کارت شبکه ای ندم یعنی ترافیکش به دنیای فیزیکی نیاد میتونم چند تا بدم توصیه میشه که اگر ارتباط با بستر فیزیکی داره اون ریداندنسیه رو حفظ بکنیم این ریکامندیشنی که هست حتی مثلا اگر که به عنوان مثال من میخوام مثلا یه ارتباط فرض کنیم دو تا پورت گیگن میخوام به جایی که یه ارتباط دو, دو, دو تا ارتباط وان گیگ داشته باشم یک ارتباط تو گیگ یک بستر تو گیگ داشته باشم اینا رو مثلا با هم لینک اگریگیت کنم مثلا تو سیسکو به عنوان اتر چنل میشناسیمش اینا رو اتر چنل کنیم بستن دو گیگ به هم میده بستن لاجیکالی گروپ میکنه با هم اینا رو بعدا جلوتر بیشتر در موردشون صحبت میکنیم چون تو اون تنظیمات اپلینک هامون باید اینها رو یاد بگیریم به چه صورت ساختارش به چه شکلیه و با حالا در وجود ادامهش در صحبت اما وی سویچ ها بچه ها به تنهایی عمل نمی کنن. یعنی چی؟ ما یه مفهومی داریم به نام پورت گروپ وی سویچ بدون این پورت گروپ های عزیز دوست داشتنی هیچ معنا مفهوم و ارزشی نداره برای ما مثل یه جعبه خالی میمونه فرض کنید رفتید یه سویچ مثلا 6500 4500 یه سویچ مثلا یه سویچ رد بالای سیسکو یه سویچ گنده ای که توش چسیس های مختلف بتونید بذارید و مثلا فرض کنید پورت های فیبر ارتباطات مثلا انجی حالا یا کانکشن های مختلف اتصالات مختلف رو بخواید برقرار کنید میخوام یکم دید بدم هم بحثم سویچه نیست بتون ذهنیت بدم وی سویچه مثل اون سویچ بزرگ گنده است که اون بک پلینش رو تهیه کردید ولی این شاسی ها رو روش نذاشتید این ماژولا رو روش سوار نکردید یه جعبه خالیه حالا اون ها به تنهایی کار میکنن اینم نه یعنی کامپیوتر رو بزنید, بزنید, به مثلا یه ماژولی که ماژولا به سویچ وصل نباشه کار نمیکنه اون ماژولا این این پورت گروپ هاست. یعنی اینجوری بهتره بگم ویستویچ و پورت گروپ دوتا مفهوم جدا نشدنی نسبت به هم دیگه پورت گروپ با ویستویچ کار میکنه بدون وی سویچ عمل عملکردی نداره ویستویچ بدون پورت گروپ هیچ کاری انجام نمیده شما میتونید توی بستر مجازی سازیتون ویستویچ بسازید بهش پورت گروپ ندید میگم مثل یه جعبه خالی میمونه مثل اون سویچ که مثال زدم یه بک پلین خالیه که هیچ ماژول رو سوار نکردین برای ارتباط اتصال حالا جالب ترش اینجایی که بدونید ما در استاندارد وی همون چون الان بحثمون فقط وی اس اس. فقط استاندارد وی سویش. دو مدل پورت گروپ داریم پورت گروپ های وی ام کرنلی و پورت گروپ های ویرچال ماشینی در ساده ترین تعریف پورت گروپ های ویرچوال ماشینی به پورت گروپ های میگیم که ماشین های مجازی بهشون متصل میشن ولا غیر یعنی اگر من بخوام کارت شبکه یا اون وینی که ویمم رو کانک کنم فقط و فقط میتونم به این ویرچوال ماشین پورت گروپ ها وصل کنم میبینید که تو این شکل هم همین نشون داده و شما هیچ کدوم از اینها رو به این ویم ام کرنل پورت ها وصل نکرد اما وی ام کرنل پورت چیه که تو این عکس قصد داشته نشون بده با دوتا ساختنش اینا بگم هیچ محدودیتی از بابت هیچ کنم اینها ندارید یعنی من میتونم چند تا وی ام کرنل پورت داشته چند تا پورت گروپ ماشین پورت گروپ چند تا پورت گروپ وی ام کرنلی چند تا پورت گروپ ماشینی در دیگه میتونم یه وی بسازم فقط پورت گروپ ویل ماشینی بدون وی ام کرنلی باشن یا فقط وی ام کرنلی بدون ویل ماشینی نکته این که هست اینه که ترافیک همه اینها تو این شماتیک میاد از طریق این آپلینک ها میره تو دنیای فیزیکی اینکه چه اتفاقی میفته چجوری میره چجوری میتونیم مدیریتشون کنیم کنترلشون کنیم اینه بحثه ای که آینده بهشون خواهیم پرداخت اما الان بحث اینه که یه دید کلی نسبت به تمام اینها پیدا کنیم حالا وظیفه این VM کرنل پورتا چیه؟ اون آدرس IP که در محیط DCUI یا دایرکت کنسول یوزر Interface تعریف میکردیم و من بهتون گفتم اون آدرس رو به کارت شبکه فیزیکیتون نمیدید اون آدرس رو دارید به یه مفهوم پورت لاجیکالی به نام وی ام کرنل میدید که وظایف مدیریتی وی ور رو به عهده داره اون هاستی یه سیکستون رو به عهده داره منظورم اینه اولین تفاوت وی ام کرنل پورت و ویر ماشین پورت گروپ ها همینجا مشخص میشه در واقع وی ام کرنل پورت گروپ تو تنظیماتشون تنظیمات آی پی دارن یعنی دقیقا آی پی سابنت. اما تو ویرچار ماشینی هم چیزی نداریم این دوباره اینجا تاک... تاکید کنم برای همین گفته وی اس اس چون این, این ساختاری که داریم در دا مورد صحبت میکنیم تو دیستری دیستریش کاملا فرق میکنه فعلا ذهنیتمون استاندارد دیستریش هست پس اولین تفاوت این قضیه است که یک من دو این تنظیمات آی پی دارم تو ویرچوال ماشینی یا تنظیمات آی پی ندارم تو ویرچوال دومین تفاوت ویرچوال ماشین هامو فقط و فقط میتونم به ویرچوال ماشین پورت گروپ هست وصل کنم حالا هر که دلم بخواد فقط نکته ای از اینه که این وینیک خب در لحظه فقط به یکی میتونه وصل شه همونطوری که این فیزیکال اپلینگ وقتی به این وی سویچ وسته دیگه نمیتونه مپ بشه به وی سویچ دیگه اینجا هم همین داستانه و نگفته نماند که من وی ام نیکم رو وی نیک میخوام نمیتونم به وی ام کنم تفاوت دوم و تفاوت سوم وظایف مدیریتی و سایر وظایف ماننده یعنی منیجمنت افتی لاگینگ وی موشن رپلیکیشن اینها همه توسط وی ام مدیریت میشه تا الان فقط منیجمنت یعنی این فراینده مدیریت هاست شامل ارتباط از طریق وی اس وی وب کانکشن است مثلا استابلیش شده SSH تمام فرنده مدیریتی که داریم انجام میدیم متصل میشیم از طریق این ویم کرنل پورت پس منجمنت یعنی این وی موشن انتقال ماشین های مجازی از طریق این انجام میشه تقریبا میشه گفت عملیاتی که هر چیزیش یه سمتش به شبکه وصل مرتبط بشه و مدیریت ارتباطات و اتصالات و کامیونیکیشن شبکه در ESXi توسط VM کرنل میشه که خود همین جز تفاوت های ای سیکس آی با ای سیکس بود جالب شد خیلی قشنگ شد خب اگر که از این اسلاید ها رد بشیم اینجا هم یه دید کلی تو این قسمت داریم که ملاحظه کنید مثلا من میتونم مثلا این در واقع هاست بر میتونه مثلا یه کارچمه که دوال پورت داشته باشه دنیای فیزیکی وصل شده این دوتا تا میتونن توی یه وی خب میبینید که اتصال برقرار شده و یه دیاگرام کلی اینجا برای من ترسیم کرده یه حالا اوورالی هم از شماتیک اون قسمت مپینگ خود وی اس وی و وی اس ویب کلینت این تو محیط وب کلنت یه سویچ مجازی داریم که توش یه وی ام هست یه استوریج نتورک هست که این رو ساخته وی کرنل پورتی ساخته یه وی موشن ساخته و یه منجمنت ساخته یعنی سه تا وی کرنل پورت گروپ داره یکی برای ترافیک مثلا سنش یا استوریجش که احتمالا مثلا برای آیسکازی باشه یکی برای ویموشن یکی برای منیجمنت بعدا در خصوص اینکه اینا رو چه ضرورتی داره تفکیک کنیم و اینها مفصل صحبت میکنیم و یکی هم تمام وی تو اون ویلن آیدی 52 مثلا بهش وصل نه اینجا هیچ ماشینی بهش کانکت نیست و اومدن توی این قسمت یعنی مرز باندری نتورک مجازی و فیزیکیشه که میبینیم اینجا وی ام نیک صفرش وی ام نیک یک دو سه وی ام نیک صفر رو یه پورت هزار گیگ کانکته یک گیگ کانکته وی ام نیک یک آ... توالت آن یوز بلا استفاده گذاشته وی ام نیک سه رو هم همینطور یعنی هیچ وقت ترافیک این دوتا عبور نمی کنه. این سفر اکتیوه و دو استنبایه از وی ام نیک صفر همه ترافیک ها از اونجا ور میکنن یه هر چی وی ام و استوریج و ترافیک وی موشن همه اینا که داریم که این گفتم احتمالا آی همه از تو سف عبور میکنن از آپلینک های یک و آپلینک سه که اینجا با نام وی ام نیک سه میبینیم که زومش کنم هیچی چی عبور نمیکنه آن یوزه اگر یه صفر قطع بشه از که دو که در وضعیت استنبای ترافیک عبور میکنه حالا این وقت که ما تو زیر ساخت فیزیکیمون چه چیزی رو باید راحت کنیم در صحبت میکنیم وضعیت وی همونشون میده و تعداد پورتاش که با دیفال رو سالی خب و همینطور این رو هم باز یه شکل دیگه تو بحث دیستریدی دیستویچ دی میبینیم که حالا این رو تو جلسه خودش بررسی میکنیم و این شماتیک هم ساده تا این شکلیه که مثلا توی ویسویر تو کلاینت ویسویر کلاینت میبینیم نه تو وب کلاینت که یه منیجمنت نتورک داره آی پی شما لازم یه ویچوال ماشین نتورک داره کمی هیچ چیزش کانکت نیست یه پورت یک دونه سینگل پورت داره با نام وی ام دی پورت 1000 کانکت شده فول لاپلکس و اگر اینجا روی این علامت کلیک کنید یه پاپ باز میشه که اطلاعات سلام مثلا اگه واسه بشه به سویچ سیسکو و سی دی پی روش اینیبل باشه سیسکو دیسکاور پروتکل اطلاعات اون پورت فیزیکی که واسه شده داره براتون میاره و میتونید ملاحظه کنید که خب باز در موردش بعدا صحبت میکنیم و این هم باز یه پنل توی مثلا وی وی کلاینتی که نسخه یه مشاهده میکنید که بازو management منیجمنت نتورک داریم یه وی ام نتورک داریم که 16 تا ویرچوال ماشین بهش کانکتن و اینجا هم همینطور حالا ممکنه این یه دونه اتصال به وی ام نتورک دو کارت شبکه دوم یکی از 16 تا ویرچوال ماشین باشه یعنی ویرچوال ماشین رو هم اینجا ببینید هم اینجا جای تعجب نداره بخاطر اینکه یه کارت شبکش به این وی ام نتفرک... یعنی بریم تو ادیت وی ام به این وی ام نتورک و یه کارت شبکش به وی ام نتورک دو ترافیک همشون به صورت لود بالانس شده از وی ام نیک یک و دو کارت شبکه حالا میگیم مثلا دو و سه چون احتمالا چون وی ام نیک سفرش به احتمالا حالا شاید آن یوز کرده به این شکل عبور میکنه که جفت این کنسول های وی اس ویل و ویب کنل تو جلسه بعد تو تنظیمات کانفیگریشن نتفورکینگ با هم بررسی خواهیم کرد این هم یه اوورال ریویو از حالا اون اتصالات ارتباطات که میبینید مثلا ما میتونیم پورت گروپ های وی کرنلی منجمنتی داشته باشیم وی ماشین داشته باشیم تست و پورت گروپ ها این دوتا میتونن مثلا چیزامون باشن و این عکس برای با بخواد این بکگراندش میکنم بعد افتاده این دوتا مثلا وی ام کرنل پورت ها باشن و این دوتای دیگه پورت گروپ های ماشینیم و خدمتون ارز کنم که تمام ارتباطات میاد تو این هاستا و در نهایت یه فیزیکال سویچ که تمامی بستر آمده رو فیزیکال سویچ و ترافیک هم میاره تو دنیای فیزیکی خب این تا اینجا بحث ما فعلا به انتها رسید